انفجار در کابل. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدین به یک دیگر از ویدیوهای چینل ون اسمارت. امید داریم تا آخری این ویدیو ما را دنبال نموده و نیز این چینل را سابسکرایب نمایید. پلو نیوز می نویسد انفجار در کابل، یک پلیس جان باخته و دو تن دیگر زخم برداشته اند. پلیس کابل امروز چهارشنبه سهم جدید در یک خبرنامه میگوید که یک پلیس در نتیجه یک انفجار بر یک موتر نیروهای پلیس در شهر کابل جان باخت و دو پلیس دیگر زخم برداشته است. خبرنامه می افزاید که این رویداد حوالی ساعت 6:55 دقیقه صبح امروز در مربوطات حوزه 12 شهر کابل هنگامی که یک انفجار بر یک موتر پلیس رخ داده. خبرنامه در باره این رویداد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. تا کنون گروه به شمول طالبان مسئولیت این انفجار را بر خود نگرفتند. روز گذشته انفجار در کابل جان 5 تن را گرفت. در این انفجار که بامداد سه شنبه در منطقه دوغاباد در مربوطات حوزه 7 رخ داده، نظیفه ابراهیمی مدیر و سرپرست ریاست صحی تنظیم امور زندانها با معاون مدیریت صحی این اداره، دو همکارش که همه دکتر و اعضای یک خانواده بودند و یک غیر نظامی جان باختند و دو تن دیگر به شمول یک کارمند دیگر ریاست تنظیم امور زندانها زخم برداشته است. در این رویداد دیگر در همین روز مردان ناشناس دگروال جنتگل استاد دانشگاه مارشال محمد قسیم فهیم را در مربوطات حوزه 12 کشتند. بیش از این 60 رویداد ضد امنیت در بیش از 2 ماه شده است. در بیش از 2 ماه پس از گرفتن مسئولیت تامین امنیت کابل از سوی امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری، این شهر گواه بیش از 60 ضد امنیت بوده است. بر بنیاد ارزیابی تولو نیوز، در 64 روز گذشته کابل گواه 3 حمله انتحاری از جمله بر دانشگاه کابل، مرکز آموزشی کوثر و ولسوالی پغمان، 29 انفجار ماین، 3 حمله موشکی، 26 حمله مسلحانه و 2 انفجار موتر بم گذاری شده. در نتیجه این رویداد 133 تن جان باختند و 280 تن دیگر زخم برداشتند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب ون اسمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. اوقات خوش داشته باشید.